همین سادگی. در رابطه با آقای امیر قاسمی و تلویزیون شبکه تپش، من به هیچ و این چیزی که شما دارید میگید بله چشم دیدم، آگهی میخواییم برید دیدم، اینجا فلش داره میزنه آگهی، من به هیچ وجه چیزی که شما گفتید نگفتم، نگفتم که به خاطر که صداقت نبوده. صداقت قسمت صداقت ربطش به اون یکی رفیقمون، قسمت صداقت جلوی دوربین رفتن و این که با مردم یعنی خاکی بودن و گفتن که آقا ما مشکل داریم، اوضاع اقتصادی خرابه، اگر مشکلات دیگه هستش اونا هم جاش هست. و این که بله من همیشه نسبت به تلاش شبکه تپش که دوستای خودم اصلا انتقاد کردم، حق اینم دارن، ولی شما اینو بدون که بنده هفته یک بار با آقای امیر قاسمی صحبت میکنم، حالا یه روزم ازش دعوت میکنم بیاد اینجا بشینیم با هم صحبت بکنیم، الان که فعلا تا دارن اوضاعشون رو روبرو میکنن مطمئنم که یه روز بیایم صحبت بکنیم جاش هست. ولی من همیشه انتقاد کردم که آقای امیر قاسمی شما این چیزی که دارید ارائه میکنید شکل و شمایلش خوبه، ولی اون کسی که توی کوچه های ایران نشسته این چیزی که دارید شما اجرا میکنید باعث چی بگم، آخه من نمیدونم آقا این برنامه، این تیپ اینو برنامه ها و جلوه دادن فرهنگ امریکایی، من همیشه از آقای امیر قاسمی انتقاد کردم که چرا اسم برنامه تو همش اسم برنامه کانتکت و نمیدونم هیست شیست، آقا مگه ما ایرانی نیستیم؟ یعنی چی کانتکت هیست شیست؟ اسم برنامه سوپ و برداشتن کردن مثلا آش، حتی اونم که تو کیبل پخش میشه، آقا یعنی شما همش بعد ما هی کپی بزنیم؟ چرا کپی زدن؟ ما استاد کپی زدن هستیم توی کشور ما، آقا یه چیزی از خودمون ارائه بکنی. من تو همین صحبت‌های اخیرم گفتم آقا شما این کارهایی که می‌کنید، این نمی‌دونم استودیو یه نمی‌دونم 15000 اسکوئر فوتی نمی‌دونم فلان این چیزا، همه اینا عالی، ولی آخر روز شما آخرش باید بیای با حاج محمد و حاج نمی‌دونم اسماعیلی صحبت بکنی که اون تاریخو نمی‌پسنده، آخر ما باید جوابگو باشی. من اون قسمت شما فکر کنید من اتفاق ندارم انتقاد بکنم از دوستان، اشتباه میکنم. شما حالا دوستی من با ایشون دوستی 12 ساله است، دوستی که مشخص بده، خود دوستی آقا گرگه نیست که بیاد بگه من آگهیت پخش میکنم بعد از اون بیاد بشینه بله اینا 700000 دلار بده کارن. اصل جریان رو میاد طریق غیر مستقیم بگه، اصلا اصل جریان بوده که میخواسته فقط این مسئله رو جلوه بده. مگه ما ها نمیدونستیم که ایشون قد شده؟ من الان که امروز دارم صحبت میکنم چون این مسئله یک مسئله که تو تلویزیون 3-4 روز هی رفت اومد، این جنبه این جناح دیگه شه که حالا شما میتونین بیاین اینطوری باش برخورد بکنین، یعنی که قبول بکنین که من چرا دارم اینو میگم. آقای شبخیز، آقای امیر قاسمی میتونه در روز 100 تا آدم مثل من داشته باشه که در موردش بیاد اینطوری صحبت بکنه، ولی یک نفر مثل آقای شفیع نمیتونه افورت بکنه داشته باشه، چون اون طریق دیگه ای داره باهاش صحبت میکنه، اون داره میزنتش، من دارم بهش به عنوان یک دوست دارم بهش طریق دیگه دارم دارم میگم آقا تو یه چیزی دارید میکنی، دو کاری داری میکنی که ممکنه خوب باشه ولی جوابگوی این مارکت نیست، آخر روزم هیچکی نمیاد به فکرت باشه. همین دو ما پیش میگفت درست میگی، البته با لحجه خودش، الان نمیخوام الان روزی که بوده بشه اینجا عداش در میارم از خودش بهتر از خودش صحبت بکنم، ولی دوستان این همینه. بله ماها هممون به طرق خودمون به هر حال با این مسئله داریم برخورد میکنیم، ولی رفیق اونه که من 2 ماه پیش به آقای امیر قاسمی گفتم، گفتم علیرضا چیه؟ گفتم ببین من مشتریای تو رو میدونم کیه، تو هم مشتری من میدونی کیه، من خرج مخارج تو رو میدونم چیه، شما این کارهایی که دارین میکنین با این چیزا اینا جمع و جور در نمیاد، درسته این جریان الان دولت امریکا داره ریخت و پاش میکنه خرج میکنه فلان اینا، ولی آخر روز 10 سال دیگه 5 سال دیگه مغروز میشه دولت امریکا به مردم امریکا و نمیتونه اصلا این وقتی ما بچه‌های ما بعد بیان مخارج این قرض به قرض میسونه، بنده الان میام پیخت و پاش بکنن همه دنیا بده کار بشن، بعد هی به شما بگیم آها عجب ماشاءالله ولی چه ماشینی سوارا، دمش گرم آقا چه ساعتی دستشه، آقا دیدی ساعت مهرانو، دیدی ماشین مهرانو، دیدی آقا
من رفتم پول قرض کردم، پس فردا بچه‌م باید پولشو بده. متوجه هستی؟ روی حساب بچه‌ش حالا اگه بچه من بخواد درست عمل بکنه و عضو خوبی برای جامعه بشه، دیگه من پای میخوام پای قرض بچه‌م وایسم و پدرم وایسم. حق هر کسی از حقشو باید بده. دولت امریکا باور کنید الان این پولی که داره مقروض میشه به مردم امریکا تا نوه و نتیجه های این کسایی که الان اینجا هستن که داره براشون، مثلا به فرض میگم الان دارن نمیدونم جاده سازی میکنن، درست؟ یا حالا هلتکر یا همون بیمه سلامتی رو، چون من روش حساسم و فکر کنم در هر شرایطی باید مردم بیمه ملی باشه، اونا زیاد ایراد نمیگیرن، ولی خیلی الان دارن خرج میکنن، پول میدن به ماشین فروشی ها، پول میدن مثلا 4500 دلار میدن به شما که بری یه ماشین بخری، یا به بانک ها خداها دلار پول دادن هر چی. بعد یارو سی او یا رئیس های این بانک ها میان به خودشون بونس میدن، به خودشون پاداش میدن 2 میلیون دلار، 3 میلیون دلار، پولی که از دولت گرفتن، پولی که دولت از مردم قرض کرده بر آینده مردم، بدهکاری به وجود آورده. اینها پس فردا جواب بده. حالا جریان اینم همینه، ما الان باید بیام این کرکره هر یه خورده بکشیم پایین، یا حتی خیلی وسط هم پایین تر. آقا ریخت و پاش کم، صداقت کار با دوستانی که بودن در طول سالها پشتتون بودن، هرچی بوده تماس میگیری آقا من مشکل دارم، یا من آدم خوبی بودم یا آدم خوبی نبودم، یا من کاری که کردم مورد اعتماد شما و تحسین شما قرار گرفته یا قرار نگرفته. الان چی کار میخوایم بکنیم؟ 2 هفته دیگه هم قطعا همون حرفی که من روی تلویزیون اومدم نشستم، یه سری گفتم آقا مهران شما این آقای مهران شما این حرفایی که زدید آگهی دهندهاتون ترسیدن میگن نکنه آی پی ام قطع بشه. گفتم خب قطع بشه ببخشید به درک، من اگر پولی از کسی گرفته باشم آگهیش نباشم پولشو بهش پس میدم، ولی من باید بیام حقیقت رو بگم بهشون. نه خب شما باید میگفتید که نمیگفتید که ما وضعمون خرابه. نه اتفاقا تازه کم گفتم، خیلی خرابتر از این هست. ولی خب الان داره جواب میده، کمربند رو محکم کردین، برقا رو الان بچه ها 2 تا چراغ روشن میده میدونن چراغا رو خاموش میکنن، پیخت و پاش نمی کنیم. والا به خدا گاز اینجا رو بستیم. آقا اتاق کنترل گاز داریم اینجا الان؟ ما گاز نداریم. آقا 400 دلار 500 دلار در ماه، خب چیکار میخواد درو میخوام مثلا چیکار بکنم؟ برم به شرکت گاز بیام بگم آقا نه من با چنگ و دندون اینجا رو نگرفتم ولم نمیکنم، این راهشه، مجبورم کنش. مثل شما تو خونه تو خونتون دارین زندگی میکنین، مشکلات میخورین، حلش باید بکنین هممون. ولی اگه بیام برای هم دیگه چیز بکنیم، برای هم دیگه هی بیام سناریوهای دیگه بگیم که آقا چرا اینطور. خانم زنگ زده میگه آقای مهران من 250 تومن پول خونمه، شوهرم 300 تومن داره میسازه، 60,000 تومن میخوام بدم بچم بره مدرسه ندارم. آقا سیاه و سفید دیگه تموم شد دیگه، این دیگه من دیروز رفتم نمیدونم جیبم رو تو ماشین زدن و نمیدونم یاد قرار بوده دولت به من 500,000 دلار پول بده نداده و این نمیدونم پولم رو خورده و اون که این رو نداریم دیگه. بریم آگهی رو نگاه میکنیم، برمیگردیم با شما عزیزان در قسمت بعدی برنامه. با مشت مرسی، تشکر از اون دوست عزیز که زنگ زدن انتقاد کردن، اون جوان قبلی که زنگ زدن خیلی دوست دارم. مرسی از اینکه بی‌تاروف سوالاتو گفتی و مرسی از اینکه رعایت کردی. میدونم یه مقدار از دستم عصبانی بودی، ولی این درسته، آدم سوالی که داره بکنه جوابشو بگیره تا اینکه زنگ بزنی حالا مثلا من دو تا بعد از ویرام میگفتم من قطعت میگردم مثلا وجودیت نداشت. بریم آگهی رو نگاه میکنیم، برمیگردیم با هم دیگه در ادامه برنامه. با مشت. آیا تابع